این کیت‌ها به ما نشون میده در یک زمان بسیار کوتاهی که طرف آیا ویروس کرونا رو گرفته و پشت سر گذاشته یا نه. یعنی به روشنی به ما نشون میده که آنتیبادی تشکیل شده یا نه در یک زمان کوتاهی. در 60 دقیقه امشب به تلاش ها، وعده ها و راه حل های دولت ایران در مقابل کرونا خواهیم پرداخت. دستاوردهای پزشکی ایران در این زمینه را چقدر باید جدی گرفت؟ یک استاد ویروس شناسی مولکولی به این سوال پاسخ می‌دهد. به آمار تکان دهنده کشته شدگان در آمریکا خواهیم پرداخت، به بیمارستان محل بستری شدن نخست وزیر بریتانیا خواهیم رفت و همینطور به پاریس، جایی که زهرا امیر ابراهیمی به ما خواهد گفت روزهای قرنطینه بر بازیگران چگونه می‌گذرد. همچنین در برنامه امشب جنب و جوش دوباره مردم در زادگاه کرونا، ووهان چین از قرنطینه خارج شد. یکی از ساکنان از اولین روزی می‌گوید که شهر دوباره جان گرفت. و پایان حضور سناتور چپگرا در رقابت دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری آمریکا، برنی سندرز به نفع جو بایدن کنار کشید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشور موج اول مبارزه با کرونا را پشت سر گذاشته، اما موج دوم از اول هفته بعد شروع میشود، زمانی که اکثر کسب و کارها دوباره فعال میشوند. وزارت بهداشت هشدار داده اگر بی احتیاطی شود کرونا دوباره خیز برمیدارد. این وزارتخانه گفته از دیروز نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و بیش از 120 نفر جانشان را از دست دادند. با این حساب شمار رسمی جان باختگان از 4000 نفر گذشته. هرچند بسیاری معتقدند آمار واقعی قربانیان به مراتب بالاتر است. با وجود همه این نگرانی ها، از پایان تعطیلات نوروز شمار زیادی از شهروندان به دلایل مالی مجبور به خروج از خانه و رفتن به محل کار شدند. در 60 دقیقه امشب دستاوردهای پزشکی و وعده های اقتصادی دولت را راستی آزمایی می کنیم. اول گزارشی ببینیم از آناهیتا شمس. ایام میلاد با سعادت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در جلسه هیئت دولت، جایی که فاصله گذاری بین صندلی ها رعایت نشده بود به جز اطراف صندلی رئیس جمهوری. آقای روحانی گفت باید سلامت مردم و مبارزه با کرونا و فعالیت های اقتصادی را تلفیق کرد و از هفته آینده کسب و کارهای کم خطر باید کار خود را شروع کنند. این در حالی است که وزیر بهداشت همچنان تاکید دارد اگر مردم رعایت نکنند هفته آینده شاهد خیز مجدد کرونا خواهیم بود. من در این چند روز که تقریبا با همه استانها صحبت کردم با ویدیو کنفرانس و در بسیاری از استانها از این کارگاه پرسیدم که شما در طول کارتون که در ماه اسفند فروردین از همیشه فعال تر بودید، آیا کسی از افراد شما هم دچار این ویروس شده؟ من در مواردی که با اینا صحبت کردم هیچ موردی نبوده، فقط یه مورد بود که گفتن یکی دو نفر از افراد ما مبتلا شدن و دو مرتبه دورشون گذراندن و به کار برگشتن. اکثریت قاطع اونها میگفتن ما مشکلی نداشتیم در این زمینه. امروز 21:99 ساعت 7:29 دقیقه صبح و اینجا هم که مشاهده میکنید ترافیک محور جنوب به شمال اتوبان امام علیه و ترافیک سنگی رو مشاهده میکنید. ویدیوهایی که از تهران میرسند نشان از شلوغی خیابان‌ها و ترافیک دارند. ترافیک سنگین. اصولاً رفتار این ویروس. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در صحنه علنی شورای شهر تهران از بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی و تردد پرشمار در سطح شهر انتقاد کرده و گفته تبعات این ترددها هفته آینده مشخص می‌شود. او از افزایش 25 تا 30 درصدی مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان‌های تهران خبر داده و از فرسایش کادر درمانی ابراز نگرانی کرده. ما امروز به آقای روحانی اما امروز گفت ایران در مرحله کنترل این ویروس است.
ما امروز استراب اونچنانی نداریم. همه بخش‌های پزشکی ما آمادن. الحمدلله به هر بیمارستانی ما زنگ میزنیم سوال میکنیم، هم تخت خالی داره هم آی سی یو خالی داره. این مهمه. ممکنه تخت خالی باشه، آی سی یو ها پر باشه، اونجا ما مشکل داریم. هر دو خالی داره. کیت‌های جدیدی در اختیار قرار گرفته. او از تولید کیت‌های جدیدی خبر داد که می‌تواند از روی پادزهر در بدن تشخیص دهد آیا شخص کرونا گرفته و بدون علامت پشت سر گذاشته یا نه. وزارت دفاع ایران می‌گوید متخصصان این سازمان کیت‌هایی با نام کیت‌های نسل سوم تولید کردند که آماده تحویل به مراکز درمانی است. حدود دو هفته گذشته این کیت‌ها در قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا در نیروهای مسلح رونمایی شد. ظرفیت تولید روزانه 30,000 کیت رو ما داریم. درخواستایی برای صادرات آمده که انشالله این کیت‌ها به امید خدا صادر هم خواهند شد، ولی در کل ما این آمادگی رو داریم برای تمامی مراکز آزمایشگاهی کشوری و لشکری انشالله این کیت‌ها رو در اختیار بذاریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از نارسایی و کمبود در این استان میگوید. آمار ما را بگیر خدا وکیلی، ما نون نداریم بخوریم بابا. نمیتونیم آب میوه پرتقال براشون بگیریم، نمیتونیم به این بیمارا غذا بدیم. آخه این دیگه چجوریه؟ نمیدونم ما چیکار باید بکنیم. حسن روحانی درباره گرفتن وام از صندوق بین المللی پول گفت ایران عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و در 50 سال گذشته درخواستی از این صندوق نداشته، اما در شرایط سخت آنها باید به وظایف خود عمل کنند و بین کشورها تبعیض قائل نشوند. و من در همین جا قبل از آقای روحانی میگوید راحت ترین کار برای دولت این است که به همه بگوید از خانه خارج نشوند، اما وضع کارگران روزمزد و آنهایی که کسب و کارشان تعطیل شده چه میشود؟ ولی از طرف دیگر بسیاری از مردم انتظار دارند دولت راه حلی ارائه کند که هم تضمین کننده سلامت آنها باشد و هم اقتصادشان را تضمین کند. آنایتا شمس، بی بی سی. دکتر فتاح کاشانچی، مدیر آزمایشگاه ویروس شناسی مولکولی دانشگاه جورج میسن از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از این کیت‌های پادتنی میشه شروع بکنید؟ بسیاری از کشورهای جهان به دنبال این کیت‌های آزمایش خانگی هستند. اساساً اینا چطور کار میکنن؟ والا اینا اول باید یه سواب هست و این کاری که اتفاق میفته از بزاق یه آبی برداشته میشه، بعد این وارد یه دونه پاکتی میشه، این نهایتاً میتونه بره آزمایشگاه و ویروس یا آرنه این ویروس رو میگیرن از این و با یک سری آزمایشی به نام پی سی آر که در حقیقت یک نوع واکنش زنجیری پولیمریز هست، اینو مقدار خیلی کم ویروس رو میکنن مقدار زیاد، مثلا از 1 تا 10 کپی میکنن 10^6 و اونجا میتونن اینو تشخیص بدن که آیا ویروس اونجا هست یا نه. آیا این همین کیتایی که امروز آقای روحانی گفتش که نیروهای مسلح هم درست کردن در ایران؟ اونو من دقیقا نمیدونم، ولی اکثر کیتا اگر میخوان خیلی سپسیفیک باشن باید تستای پی سی آر انجام بدن و اونا خیلی مهم هست برای قشرهای مختلف، من جمله برای کسایی که حمل و نقل مریض رو انجام میدن، من جمله پزشکا و پرستارا که مریض رو میبینن و از اونا نگهداری میکنن. چقدر تولید این کیت ها زمان میبره؟ چقدر ممکنه برای کشورها تولیدش؟ تولید کیت زیاد مشکل نیست. در حقیقت 3 قسمت مختلف داره، پرایمر داره، آنزیم داره و یه ماشینی باید باشه که اینا مقدار کپی ها رو ببره بالا. اینا رو میشه زیاد سریع انجام داد، مخصوصا توی آزمایشگاه ها، توی آزمایشگاه های بیمارستان. اکثر اوقات مشکل اصلی آنزیم هست که همه آنزیم کم میارن، ولی اگر از 1-2 ماه پیش آنزیم ما داشتیم، مخصوصا هم حتی در آمریکا ما همین مشکل رو داریم، میتونستیم راحت الان PCR انجام بدیم برای خیلی ها.
آقای دکتر، بسیاری در ایران ابراز نگرانی کردند درباره مرحله دوم شیوع ویروس کرونا، ولی میشنویم که امروز آقای روحانی گفتند که در واقع کنترل شده شیوع ویروس در ایران. نگرانی ها چقدر جدیه؟ والا اینا برمیگرده به این که این پیکی که همه دارن، آیا این پیک میتونه معذرت میخوام آیا این پیک میتونه بیاد پایین سریع، یا اینکه میمونه در یک لولی بعدن میاد پایین. اکثر اینا هم برمیگرده به اینکه آیا مردم در خونه میمونن یا نه. اگه در خونه بمونن این ویروس شیوع نمیکنه، یا اگه فاصله با هم دیگه بگیرن شیوعش خیلی کمتره، ولی وقتی نزدیک همتر میشن امکان داره مثلا یه گروهی در یک جای شهری یا یک در یک شهری در مقایسه با شهر دیگه پیک های اینا با هم فرق بکنه. نتیجتا وقتی ملت مسافرت میکنن از یه شهری به شهر دیگه، امکان داره این ویروس رو منتقل کنن از یه جا به یه جای دیگه. آقای دکتر، خواهش میکنم با هم بمونین. ما گزارشی داریم درباره وضعیت ویروس کرونا در آمریکا که با هم ببینیم. برمیگردیم به شما. دیروز نزدیک به 2000 مبتلا به کرونا در آمریکا جان باختند. این بیشترین مرگ و میر در یک روز در این کشوره. در همین حال رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به مرگ دست کم 60,000 نفر در جهان تاکید کرده که کشورها مبارزه با این بیماری را سیاسی نکنند. رئیس جمهوری آمریکا از این سازمان انتقاد کرده بود که به گفته او به چین گرایش دارد. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که شاید آمریکا کمک مالی به این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل را متوقف کند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. جزیره‌ای در حاشیه شمالی شهر نیویورک که برای دفن موقت درگذشتگان از کرونا در نظر گرفته شده. مقام‌ها می‌گویند پس از پایان بحران خانواده‌ها می‌توانند اجساد را برای کفن و دفن و مراسم از اینجا به قبرستان مورد نظرشان منتقل کنند. تا امروز بیش از 13,000 نفر در آمریکا جانشان را در پی ابتلا به این ویروس از دست دادند. از جمله 1800 نفر در 24 ساعت گذشته. گویی که مقام‌های ایالت نیویورک می‌گویند با کاهش تعداد کسانی که بستری شدند، کورسوی امیدی می‌بینند که فاصله گیری اجتماعی دارد نتیجه می‌دهد، اما آمار در نقاط دیگر کشور همچنان نشان از رشد تصاعدی دارد. تعداد مبتلایان در آمریکا امروز از 400,000 نفر فراتر رفت. بحرانی که خیابان‌های معروف لس‌آنجلس مثل بولوار هالیوود را به شهر ارواح تبدیل کرده و سبب افزایش شدید تقاضا برای ماسک شده، به ویژه که حالا پوشیدنش برای خروج از خانه توصیه می‌شود. کمبود آن بعضی را در این شهر واداشته خود دست به کار شوند. مدیریت بیمارستان‌ها وقتی بهشون زنگ می‌زنیم که ماسک آماده اهدا داریم، میگن نه، فقط ما میتونیم ماسک استاندارد استفاده کنیم. ولی وقتی با پرسنل پزشکی حرف می‌زنیم، میگن بفرست بیاد چون خیلی نیاز داریم. در پایتخت آمریکا، رئیس جمهوری در برابر انتقادها به عملکردش، این بار بخشی از تقصیر وضع موجود را به گردن سازمان بهداشت جهانی انداخت و گفت آنها طرف چین را می‌گیرند و او در حال بررسی احتمال توقف پرداخت‌ها به این سازمان است. WHO, that's the World Health Organization. سازمان بهداشت جهانی پول زیادی از ما می‌گیره. ما بخش بزرگی از بودجه‌شون رو می‌دیم و به فرمان ممنوعیت سفر من که علیه چین گذاشتم انتقاد کردند، که خب معلوم شد اشتباه می‌کردن و اطلاعات غلط دادند. به نظر میاد خیلی هوای چین رو دارند و ما باید این پول دادن بهشون رو بررسی کنیم. در خارج از مرزها هم شیوع کرونا در یک ناو هواپیما بر آمریکا برای ترامپ دردسر ساز شده. نخست فرمانده این ناو پس از هشدار در مورد عدم آمادگی نیروهایش در برابر این بیماری و درز آن به رسانه‌ها اخراج شد و سپس بدرقه گرم خدمه و دریاداران ناو از فرمانده نشان از نارضایتی از این تصمیم داشت. در نهایت وزیر نیروی دریایی پس از این اخراج و انتقاد از فرمانده استعفا کرد. ویروسی که به بزرگترین بحران برای دولت ترامپ تبدیل شده و پیش بینی آینده اقتصادی و سیاسی آمریکا در کوتاه مدت را مشکل کرده. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک.
دکتر فتاح کاشانچی کماکان با ما هستن. آقای دکتر، از مجموع نزدیک 1.5 میلیون ابتلا، 418,000 مورد ابتلا در آمریکاست. علت اینکه اینقدر آمار در آمریکا بالاست چیه؟ اول اینه که موقعی که کرونا، ویروس کرونا در چین اومده بود بیرون، آمریکا و خیلی ها در آمریکا به این زیاد توجه نکردن. یه سری گفتن امکان داره این پخش بشه، ولی زیاد اهمیت داده نشد. برعکس، مخصوصا به کشورهای مثل تایوان اگه نگاه کنید، تایوان خیلی سریع رفت به ووهان، یه سری ساینتیستاش فرستاده بود اونجا از CDC تایوان، و در عرض 2 تا 3 هفته اینا تصمیم گرفتن که امکان داره یه اتفاق بدی بیفته در تایوان، و برای همین شروع کردن ماسک درست کردن و شروع کردن به پزشکا و به پرستارا رسیدن در رابطه با این مسئله که میتونن خودشونو PPE و میتونن خودشونو در مقابل مریضی نگه دارن. مشکل بعدی برای ماها اینه که خیلی از ماها آماده نبودیم. بیمارستان‌های ماها آمادگی ندارن، آزمایشگاه‌های ماها آمادگی ندارن، و این یه مشکلی است که امیدوارم در آینده بهتر حل بشه. ولی مخصوصاً پزشکا، مخصوصاً پرستارا، اینا مقدار افرادی که اینا میتونن این مریضی رو بگیرن 10% هست، 10 تا 12%، در صورتی که آدمای معمولی که در جامعه هستن اونا 0.1 تا 1% هست. نتیجتاً کسایی که در بیمارستان هستن خیلی احتیاج دارن به این PPE، به ماسک و دستکش و چیزهای دیگه. برای همینه که ماها واقعاً آمادگیشو نداشتیم، و الان هم دلیل این که یه مقدار برای ما مشکل خواهد شد در 2 هفته آینده اینه که اتفاقایی که قبلا افتاده، 2 تا 4 هفته پیش اتفاق افتاده و اینفکشنایی که اون موقع بوده، الان یواش یواش ما اینا رو می‌بینیم که ملت واقعا یه سری وضعشون خیلی بده و باید برن بیمارستان و روی ونتیلیتور برن. ولی مشکل اساسی ما این بود که ما دقت کافی نکردیم به این گوشزدی که از چین داشت میومد بیرون دوروبر نوامبر سال پیش. متشکرم دکتر فتاح کاشانچی، مدیر آزمایشگاه ویروس شناسی مولکولی دانشگاه جورج میسون با ما. بحران شیوع کرونا در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران با بحرانی عمیق دست به گریبان است. رشد اقتصادی منفی است، نرخ بیکاری دو رقمی و تورم هم به بالاترین حد در ربع قرن اخیر رسیده. در چنین شرایطی خیلی‌ها وسعشان نمی‌رسد که در خانه بمانند و سر کار نروند. وعده کمک 1 میلیون تومانی دولت به خانواده‌های یارانه بگیر هم بعید است که برای گذران امور کافی باشد. بهرنگ تاجرین گزارش می‌دهد. راه همت، ترافیک وحشتناک. انگار نه انگار که قرار است مردم در خانه بمانند. حداقل بعضی ساعت‌ها و جاها وضع اتوبوس‌ها و مترو هم چندان بهتر نبوده. دلیلش؟ اکثریت بسیار بسیار بالای شهروندان هیچ پسندازی ندارن و اگر هر روز کار نکنن حتی گرسنه میمونن. اینجا همیشه یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های لندن بوده، ولی حالا تقریباً پرنده هم پر نمیزنه. اگه قرار باشه برای جلوگیری از شیوع کرونا مردم برای چند هفته یا حتی چند ماه خونه بمونن و سر کار نرن، خیلی ها محتاج نون شبشون میشن. به همین خاطره که دولت در بعضی از کشورهای توسعه یافته تصمیم گرفته که فعلا حقوق کارکنان بخش خصوصی رو هم تامین بکنه تا هم کسب و کارها ورشکست نشن و هم مردم بتونن خونه بمونن. دیشب من آمار رو دیدم. دولت ایران میگوید حاضر است ماه آینده به هر خانواده 1 میلیون تومان بپردازد. البته نه بلا عوض. در ماه اردیبهشت وقتی مسئله یارانه پرداخت میشه، همونجا یک اعتبار 1 میلیونی هم به همه خانواده ها داده میشه که از اون 1 میلیون تومان استفاده بکنن برای کالاهایی که مورد نیازشونه. به تدریج ظرف 24 ماه از خود اون یارانه به تدریج کم میشه و این پول در اختیار اونها قرار میگیره. بعید از چنین مبلغی گرهی از مشکلات باز کند، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری دو رقمی است
و قیمتها با سرعتی سرسام‌آور بالا می روند. سه‌شنبه بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم سال گذشته 41.2% بوده، بالاترین نرخ رسمی تورم از سال 1374. کرونا هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد که کارشان به تخت غسالخانه می‌کشد، ولی شیوع این ویروس بحرانی برای اقتصاد خانوار ایجاد کرده که می‌تواند به همان میزان مرگبار باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصاد از لندن با ماست. آقای صلواتی، وام 1,000,000 تومانی که حسن روحانی گفته به هر خانواری تعلق میگیره چقدر میتونه کمک کنه در این وضعیت؟ خیلی بعید میدونم که بتونه کمک بکنه، ولی سوال اساسی که برای کارشناسای اقتصادی پیش میاد اینه که چرا 1,000,000 تومان، چرا 500,000 تومان نیست، چرا 500,000 تومان نیستش. این مشکلی هستش که باید بهش پرداخت. من میدونم که دولت به شدت از محدودیت منابع مالی داره رنج میبره، دولت به معنی هیئت دولت، نه به معنی حاکمیت. ولی خود دولت هم اینجا خودش رو محروم کرده از بدنه کارشناسی بسیار قدرتمند و خوبی که در دولت اول داشتش، برای همین مرتب دست به تصمیمات خلق و سایه این قبیلی میزنه که بعید میدونم که بتونه مشکل رو حل بکنه. برای اینکه 1,000,000 تومان پول داغ رو مستقیماً پرداخت کردن به مردم حتی به شکل وام باعث یک جهش تورمی میشه که این 1,000,000 تومان رو عملاً تبدیل میکنه به شاید مثلا همین امروز که دارم با شما حرف میزنم به توان حدود مثلا 300,000-400,000 تومان که بدیهیه که این پول هیچ کمکی برای رفع مشکلات مردم نخواهد کرد. میتونست دولت همین مقدار پول رو به شرطی که منابعش رو معلوم بکنه، یعنی به جای استقراض از بانک مرکزی معلوم بکنه که از کدوم منابع میخواد اینا رو تامین بکنه، که من در ادامه خدمت بینندگان شما عرض خواهم کرد، این پول داغ رو میتونست به جای اینکه مستقیم به دست مصرف کننده بده به شخصیت های حقوقی بده که با ضریب افزاینده 4 یا 5 برابری شرکت های بیمه گذار بتونن مشکلات بیمه ای افرادی که در این حالت سخت بیکار شدن رو پوشش بدن. این یعنی چی؟ چطوری قرار بوده از طریق شرکت های بیمه کمک بکنه به مردم؟ بله، ما میدونیم که شرکت های بیمه گذار طلب بسیار بزرگی از دولت دارن و این توانمندی اونها رو برای پوشش دادن بیمه های بیکاری، بیمه های درمانی و بسیاری از مشکلات که در این شرایط حاد اقتصادی تشدید میشه محدود کرده، و این شرکت های بیمه گذار توان این رو دارن به لحاظ علمی اقتصادی اینه که با یک ضریب افزاینده این پول رو پرداخت بکنن. یعنی 1,000,000 تومان توان این purchase power، یعنی قدرت اون پول با ضریب افزایندهی که توی این شرکت های بیمه بهش اضافه میشه به 3-4 برابر میشه و عوارض تورمیش هم کمتر میشه. ولی بهتر از این اینه که اول ما این سوال رو مطرح بکنیم که منابع این 1,000,000 تومان به هر نفر که میخوام بدن از کجاست. اگه قراره که از بانک مرکزی استقراض بکنن و از اونجا تأمین منابع بشه، خب چرا 1,000,000 تومان، چرا 5,000,000 تومان نمیدن؟ خب بانک مرکزی میتونه پول چاپ بکنه و همینطوری بده دست مردم، ولی منابعش خیلی خیلی مهمه و نگران کننده هست. آقای صلواتی، چشمانداز اقتصاد خصوصا در سال پیش رو نه تنها برای ایران بلکه برای اقتصاد جهان نگران کننده است. مشخصا راجع به ایران، قیمت نفت بشکه 30 دلار، بودجه ایران روی بشکه 50 دلار بسته شده، کماکان و تحریم ها فشار شدید به اقتصاد ایران میذاره.
اختلال در تولید و تجارت در ایران پیش بینی چیه؟ اساساً واقعا اقتصاد در سال 99 توان کشش چنین بحران رو هم داره؟ نه، همچین توانی رو نداره. به قول سعدی علیه الرحمه این گفته بود که شاید به سرچشمه گرفتن به پیل، ولی چو سرگشت نتوان گذشتن به پیل. یعنی اون 1 میلیارد دلاری که من اگر نگم که هر دقیقه الان بسیار حیاتی هستش، باید تأکید بکنم که هر ساعت بسیار تعیین کننده است. 11 روز گذشت از اینکه رهبری موافقت بکنن با درخواست 1 میلیارد دلاری برای همین پوشش همین مشکلات، و این 11 میلیارد تومان همون چیزی هستش که سعدی علیه الرحمه گفته که وقتی که پر شد دیگه نمیشه گذشت، حتی با فیل هم نمیشه جلوی این سیلاب رو گرفت. هر لحظه مهم بودش. امروز که دارم با شما صحبت میکنم، دیگه مشکلات ایران با 1 میلیارد دلاری که رهبری بعد از وسواس بسیار زیاد و اتلاف وقت بسیار طولانی موافقت کردن، حل نخواهد شد. علاوه بر این، شما فرمودین 30 دلار، اگر امروز ایران بتونه نفت بفروشه بیشتر از 15 دلار گزارش نمیشه، و تازه معلوم نیستش که اون 15 دلار رو هم چین همونطور که الان 50 میلیارد دلار از پولهای ایران رو توقیف کرده، ببینید دارم میگم چین توقیف کرده، به بهانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا، معلوم نیستش اون نفتی که شما بفروشید هم بتونید هزینه بکنید. یعنی اینکه اقتصاد ایران از اطراف مختلفی آچمز شده، چه شما بگید تحریم‌های ظالمانه، چه سوء استفاده‌هایی که روس و چین دارن میکنن، و چه استبداد داخلی که میتونه با دست باز، دست و دل بازانه برای صدا و سیما و برای نیروی قدس سپاه دست و دل بازانه از صندوق توسعه ملی هزینه میکنه، ولی برای نجات جان انسانها این کمک رو نمیکنه، و چه از بدنه کارشناسی دولت که به شدت محروم شده، و الان ما اون نیروی توانمندی که در دولت اول مثل آقای دکتر نیلی، مثل آقای دکتر طیب نیا و مثل آقای دکتر آخوندی رو داشتیم، دولت از اونا محروم شده و این مشکلات ایران و ایرانی رو به شکل تاریخی متشکرم. علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد از لندن، و جمشید پژویان، اقتصاددان از تهران با ما. آقای پژویان، شنیدید بعضی از معضلات بسیار جدی امروز اقتصاد ایران، راه حل چیه از دید شما؟ سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. از کنم هر اون چی که دوست ما گفتند، این در رابطه مسائل اقتصادی ایران به طور کلی هستش و هیچ کسی پیشوده نیست، یعنی کسی پنهان نمیتونه بکنه که ما الان در فشار اقتصادی شدیدی ایران قرار داره از هر جهت، و همین الان دارای کسی بودجه شدید و فراوانی هستش. پس اگر ما بخوایم بریم به سراغ تجزیه تحلیل وضع و شرایط اقتصاد ایران به دلیل این مشکلات و غیره، این بلکه ساعتها وقت و تجزیه تحلیل های علمی این طلبه، نه گفتاری. اما یک بحث هست در مورد این که در این شرایط موجود، یعنی شرایطی که یک شوک اقتصادی ناشی از این ویروس اتفاق افتاده، که این شوک هم به این معناست که موجب خوابیدن بسیاری از کسب و کارها
و کاهش شدیدتر تولید ناخالص ملی و افزایش تورم است. در این مورد دولت چه سیاست‌های اقتصادی رو در پیش گرفته یا میتونه در پیش بگیره؟ این یک مطلب کاملا جدا، یعنی به کل اقتصاد 100% مربوط، ولی باید به طور مجزا بهش نگاه بشه. ببینید اینی که این منابع رو دولت از کجا میاره، با وجود کسر بودجه‌ای که داره به طور مشخص، غیر از حساب صندوق ملی توسعه و یا بعضی منابع خارج از خزانه، بخواد هر نوع کمکی پکیجی رو که معمولا دولت ها در چنین مواردی دادند و تجربه اون رو ما 2008 میدونیم، به دنبال بحرانی که در بازار بورس و بانک امریکا به وجود اومد که دولت امریکا، دولت فدرال، به بعضی از کمپانی ها وام های کلان داد برای این که سمت تقاضا، یعنی به عبارتی فشار بیاره یا این موجب بشود که تقاضای افزایش پیدا بکنه و این افزایش تقاضا جلوی رکود رو بگیره. بحث تورم زمانی است که شما تقاضا فزونی کنه بر عرضه، در شرایطی که در اقتصاد ایران الان عرضه به شدت کاهش پیدا کرده و مشکلات شدید عرضه وجود داره و یه دیمند پوش، فشار تقاضا بیش از اینی که الان تورم نه در یک ساله ولی در این چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در سمت عرضه بوده عمدتا به وجود اومده، این رو اگرم تحت تاثیر قرار بده آنقدر شدید نخواهد بود. تا اینکه ببینیم اثر این وامی که گفته دولت به عنوان 1,000,000 میخواهد بدهد، به طور قطع هم سیاست گذاران قصد این رو داشتن تقاضا رو تحت فشار افزایش قرار بدن، چه اثری داره؟ که نه، این اثر عمده‌ای نخواهد داشت. متشکرم. جمشید پژویان، اقتصاددان از تهران با ما. وضعیت جسمی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رو به بهبود است و توانسته در تختش در بخش مراقبت‌های ویژه بنشیند. آقای جانسون که به کرونا مبتلا شده، 3 روز پیش در بیمارستان بستری شد. در همین حال بریتانیا مرگبارترین روزش را پشت سر گذاشته. از دیروز 938 نفر جانشان را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 7000 نفر رسیده. فرهام قبادی همکارم از روبروی بیمارستان سنت توماس در مرکز لندن با ما شاید نخست وزیر بریتانیا بستری. پرهام، درباره وضعیت بوریس جانسون چه میدونیم؟ در کنفرانس خبری که همین ساعت پیش برگزار شد، وزیر اقتصاد بریتانیا گفت که وضعیت جسمی نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون که در همین بیمارستان بستریه رو به بهبوده و تونسته توی تخت خودش بنشینه بعد از 3 روزی که اینجا بستریه. پیشتر از اون هم دومینیک راب وزیر امور خارجه که الان زمامدار اموره در غیبت آقای بوریس جانسون، اون هم از وضعیت بهتر شدن وضعیت جسمی آقای جانسون خبر داده بود و گفته بودش که داره معالجاتش جواب میده و وضعیت روحی خوبی هم داره. 3 روز پیش آقای جانسون بعد از تبش قطع نمی‌شد و تب ممتد داشت و سرفه‌های ممتد داشت، به بخش مراقبت‌های ویژه یا همین ICU این بیمارستان سنت توماس که پشت سر من هست منتقل شد. این بعد از 10 روز بود که ما می‌دونستیم که آقای جانسون در واقع کرونا داره، تستش مثبت شده بود، تست کروناش، اما هنوز کماکان از توی خونه کار می‌کرد، ویدیوهایی رو ضبط می‌کرد تقریبا روزانه و پخش می‌کرد، نامه به مردم نوشته بود، اما از زمانی که از 3 روز پیش به اینجا اومده کارش تعطیل شده و تحت مداوا قرار داره. مجبور شدن از ماسک اکسیژن براش استفاده کنن،
نیازی به دستگاه کمک تنفسی نداشته و امروز حالش رو به بهبوده. اما وقتی شبکه‌های اجتماعی رو فضای مجازی بریتانیا رو شما بررسی می‌کنید، می‌بینید که از طیف‌های سیاسی مختلف چپ و راست همه دارن ابراز همدردی می‌کنن با آقای جانسون و اون هم فارغ از مسائل سیاسی، بیشتر بعد انسانیشه، به این دلیل که آقای جانسون قرار بودش که 2-3 ماه آینده پدر بشه و همه روی این نکته تاکید دارن که دوست دختر ایشون 6-7 ماه بارداره و قرار بود که اول تابستون در واقع پدر بشه آقای جانسون. پرهام، شمار قربانیان به شدت بالا رفت امروز، آیا مقام ها اعلام کردن که به نقطه اوج رسیده بریتانیا یا نه؟ نه، هنوز نرسیده. امروز تاریک ترین و مرگبارترین روز بعد از شیوع کرونا برای بریتانیا بوده. کمتر از 1000 نفر، 938 نفر جون خودشون رو از دست دادن طی تنها 24 ساعت، اما این آمار تا دیروز عصر در واقع، و این مجموع جان باختگان کرونا رو به بالای 7000 نفر، 7100 نفر میرسونه در بریتانیا. اما صادق خان شهردار لندن گفته با اینکه این تعداد کشته شدن، هنوز با 1 هفته فاصله داریم با مرگبارترین فاز کرونا در بریتانیا. به خاطر همین در غرب بریتانیا سردخونه‌ای رو احداث کردن در یک فرودگاه با قابلیت گنجایش 1000 جسد در اونجا. در شهر بیرمنگام همینطور یک فرودگاه رو، فرودگاه بیرمنگام رو در واقع به سردخونه تبدیل کردن با قابلیت گنجایش 1500 جسد در اونجا که قبل از اینکه تموم بشه دیروز اجسادی رو به اونجا منتقل کردن. کالج سلطنه، اما یکی از قربانیان کرونا در بریتانیا یک 2 پرستار بودن، یکیشون تنها 29 سالش بوده. جفت این پرستارا بسیار جوان بودن. همین واکنش کالج سلطنتی پرستاران بریتانیا رو در پی داشته و همون انتقادهایی که از روز اول به دولت آقای جانسون میشد رو دوباره در پی داشته. نبود تست‌های کافی، تست کرونای کافی در این کشور، کشوری که 68 میلیون جمعیت داره، تنها 200 تا 300 هزار نفر آزمایش شدن. و یکی دیگه نبود تجهیزات کافی و لباس‌های محافظتی کافی برای پرستارانه و میگن که بعضی از اینها مجبورن که با همدیگه شریک بشن این در واقع لباس‌های محافظتی. متشکرم پرهام قبادی، خبرنگار ما. صد روز از انتشار اولین گزارش‌ها درباره شیوع ویروسی تازه می‌گذرد. ویروس کرونا از شهر ووهان چین برخاست، اما با سرعتی باورنکردنی به فراتر از مرزهای چین گسترش پیدا کرد. بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر موارد ابتلا به ویروس کرونا در 184 کشور و سرزمین ثبت شده. نگاهی مختصر بیندازیم به صد روزی که از انتشار این ویروس می‌گذرد. 31 دسامبر سال 2019 اولین گزارش ها از ابتلای عده‌ای در چین، در ووهان چین منتشر شد. حدود 3 هفته بعد با گسترده‌تر شدن شیوع کرونا، دولت چین از 11 میلیون شهروند ووهان خواست که در خانه هایشان بمانند و بیرون نروند. 1 هفته بعد از قرنطینه کامل ووهان، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که خطر شیوع کرونا بسیار زیاد است و حالت اضطراری جهانی اعلام کرد. 1.5 ماه بعد، حالا دیگر ویروس کرونا کشورهای بیشتری را آلوده کرده بود و از اروپا تا آمریکا مواردی از ابتلا ثبت شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شیوع کرونا به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده. و اما 100 روز بعد از ظهور اولین نشانه های کرونا در ووهان، به نظر می رسد این شهر بر کرونا غلبه کرده. مقامات از امروز به مردم ووهان اجازه دادند از خانه هایشان بیرون بروند بعد از 11 هفته قرنطینه. مبارزه با کرونا برای ووهان کم هزینه نبود. بر اساس آمار دولت چین در این مدت بیشتر از 50 هزار نفر در این شهر به کرونا آلوده شدند و بیش از 2500 نفر جانشان را از دست دادند. پیشتر گفتگوی داشتم با یک ایرانی مقیم ووهان که بعد از 2.5 ماه قرنطینه سفت و سخت امروز موفق شد از خانه خارج شود. از آقای آریا پرسیدم بعد از لغو محدودیت ها اولین کاری که کرد چه بود؟ من امروز صبح زود از خواب بیدار شدم، آماده شدم، از خونه رفتم بیرون و تقریبا تمام روز تو خیابون بودم در حال قدم زدن و خرید کردن، چون واقعا ما 79 روز تموم توی قرنطینه بودیم و اجازه نداشتیم از محل سکونت خودمون خارج بشیم، مخصوصا 1.5 ماه آخر که اصلا اجازه خروج به ما نمیدادن و ما تمام خریدمون رو اینترنتی انجام میدادیم. من تمام امروز رو در حال قدم زدن بودم تو خیابونای ووهان. پایان قرنطینه دقیقا به چه معناست؟ یعنی همه مجازند که مثل گذشته فعالیتاشون رو انجام بدن؟ مشاغل از 10 روز پیش اجازه خروج از منزل داشتن، ولی افراد عادی از امروز این اجازه رو پیدا کردن. ولی واقعا به این معنی نیستش که شما اجازه داشته باشین همه جا برین.
یه اپلیکیشنی دولت چین طراحی کرده که به مردم گفته اینو گوشیشون نصب کنن. من اطلاع ندارم که این واسه همه شهرهای استان هوبی یا نه فقط مردم شهر ووهان. شما این اپلیکیشن رو نصب میکنید، تمام اطلاعات شما قبلا وارد این اپلیکیشن شده، این حکم اینو داره، حکم کارت سلامت رو برای شما داره و کار ردیابی رو برای شما میکنه. یعنی تمام اطلاعات شما توی این اپلیکیشن نشون میده که شما قبلا خودتون یا اعضای خانوادهتون به این ویروس دچار شدین، آلوده بودین یا نه. شما برای اینکه از منزل خارج بشین، چون دم در ورودی تمام مجتمع مسکونی و تمام محله ها نیروهای خدمات اجتماعی هستن، اینا شما رو معاینه میکنن، اپلیکیشن رو اسکن میکنن، بعد به شما اجازه میدن که از محل سکونتتون خارج بشین. شما برای ورود به تمام مراکز تجاری، اتوبوس ها و مترو باید حتما این اپلیکیشن اول اسکن کنین بعد وارد بشین. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه اگه بعداً دوباره این ویروس گسترش پیدا کرد، بتونه دولتشون بتونه بفهمه که از طریق اپلیکیشن بفهمه شما چه تاریخی، چه ساعتی، کجا رفت آمد کردین، با چه افرادی در ارتباط بودین و از این طریق بتونه دوباره جلوی گسترش ویروس رو بگیره. من خودم امروز هر بار که سوار اتوبوس یا مترو شدم، البته من به عنوان یه خارجی این اپلیکیشن رو نداشتم، به من یه برگه دادن، هر بار خواستم وارد بشم این برگه با پاسپورت من چک میشد، دستی وارد یه دفتر میشد، بعد من اجازه داشتم که وارد بشم. مراکز عمومی اکثرش هنوز تعطیل، یعنی پارک ها، سینما ها تعطیل، حتی هایپر مارکت های مواد غذایی همه تعطیله و مراکز خریدم دم درش حتما شما معاینه میشین بعد اجازه دارین که وارد بشین و سختگیری ها هنوز خیلی 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 شدیده. آیا هنوز فاصله گذاری اجتماعی رو باید رعایت بکنید یا اینکه اون هم دیگه آزاد شده؟ بله، فاصله گذاری اجتماعی اتفاقاً خیلی سختگیرانه داره انجام میشه. من امروز چند بار سوار اتوبوس شدم، توی تمام اتوبوس ها یک نفر از نیروهای خدمات اجتماعی هست. ایشون غیر از اینکه اون اپلیکیشن اول اسکن میکنه بعد به شما اجازه میده وارد اتوبوس بشی، محل نشستن شما رو هم تعیین میکنه که با فاصله از افراد دیگه باشه. و جالبش که توی مترو، من چند بارم سوار مترو شدم، تو تمام واگن‌های مترو یک نفر ایستاده با یه پلاکارد دستش، روی این پلاکارد نوشته شده که استفاده از ماسک و نشستن با فاصله الزامیه و ایشون به شما تذکر میده. روی صندلی‌های مترو هم با برچسب‌های زرد رنگ با فاصله یک متر یک متر مشخص شده و مردم حتما باید با فاصله بشینن. آقای آریا بود از ساکنان ووهان چین. در این روزها که بسیاری در خانه ها ماندند و به اصطلاح معاشرت کردن رو فعلا کنار گذاشتند، کمتر کسی است که دلش برای مهمانی، دور همی ها و پرسه زدن ها تنگ نشده باشد. اما اونطور که علی حمیدانی در گزارشش میگوید، ظاهرا در ایران بعضی راه دررهایی هم پیدا کردن که البته لزوما مطمئن نیست. پارتی های مجازی به خصوص در غرب بسیار باب شده. مهمانی هایی که هر کس در خانه خود میماند و از طریق اینترنت با دوستان خود دور همی های مجازی تشکیل میدهد. یکی موسیقی میگذارد و دیگری آن طرف خط میرقصد. در عصر فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت گرد همایی، ماه شعبان هم که هست از کجا معلوم؟ شاید مهمان دیجی داریم. در ایران اما ظاهرا جریان کمی فرق میکنه. توصیه بر فاصله گذاری اجتماعی است، اما نه به سفت و سختی بسیاری از نقاط دنیا. حکومت که مراسم مذهبی و دولتی را تبلیغ میکند، این روزها خلاق‌تر از همیشه. عید است، عید. این تلویزیون ایران امروز که خبر میدهد در شب تولد امام آخر شیعیان، آن دسته که عاشقان او میخواند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی کارنوال مذهبی را انداختند. یا این یکی با به نظر میاد که پخش این گزارش مشکل پیدا کرده. سعی میکنیم که در ادامه برنامه یا بخشهای بعدی گزارش علی رو ببینیم. اما برنی سندرز سناتور چپگرای آمریکایی کارزارش را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متوقف کرد. با کنار کشیدن آقای سندرز راه برای نامزدی جو بایدن معاون باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری اش هموار شد. در صورت نهایی شدن نامزدی آقای بایدن، او احتمالاً پاییز امسال با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد.
آقای سندرز انتخابات درون حزبی را با پیشتازی آغاز کرد، اما پس از کنارگیری همزمان چندین نامزد به نفع جو بایدن، آقای بایدن در چند ایالت جلو افتاد. جمیرا برلی از استراتژیست های حزب دموکرات آمریکا از نیویورک با ماست. خانم برلی، هفته ها بود که بسیاری از آقای سندرز درخواست می‌کردند که کنار بکشه از رقابت ها، اما او زیر بار نمی‌رفت. چرا الان تصمیم گرفت کنار بکشه؟ فکر میکنم در این مقطع سناتور برنی سندرز به کل مقوله انتخابات به صورت گسترده نگاه کرد و دریافت که نمیتونه که این امکان رو داشته باشه که در نهایت نامزد حزب دموکرات باشه، و همچنین به این اتفاقهایی که در چند هفته اخیر در ارتباط با پاندمی ویروس کرونا دقت کرد و متوجه شد که الان وقتش هست که همه نیروهای این سمت حزب دموکرات گرد هم بیان، با هم متحد بشن تا بتونن که پرزیدنت ترامپ رو شکست بدن، تا ما در نهایت بتونیم اطمینان حاصل کنیم که یک فرد به اصطلاح پروگرسیست یا پیشرو انتخاب بشه. در ماهای اول انتخابات درون حزبی آقای سندرز بسیار موفق داشت پیش می‌رفت، اما همونطور که اشاره کردین در چند هفته اخیر بسیاری از کمپین‌های انتخاباتیش رو اختصاص داد به مسئله کرونا و تکرار درخواستش مبنی بر اینکه خواهان دسترسی همگانی به بیمه خدمات درمانی بود. آیا فکر می‌کنید که این علاقه او و این فشاری که او آورده ممکنه در تصمیم‌های سیاسی کلان در آمریکا تأثیر بگذاره؟ من فکر میکنم باید که چنین بشه. رویدادهای چند هفته اخیر نشون داده که همه ما به هم متصل و مرتبط هستیم و همه ما نسبت به همدیگه مسئولیت داریم و باید که اطمینان حاصل بشه که همه دسترسی برابر دارن به خدمات درمانی. اگرچه آقای سندرز دیگه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی همچنان یک سناتور هست و بخش عمده از جامعه آمریکا معتقد هستند که ما باید خدمات اجتماعی مثل دسترسی همگانی به بیمه درمانی و خدمات درمانی داشته باشیم، و حالا تلاش ما اینه که سیاستمدارهای بیشتری از این خط به اصطلاح پیشرو یا پروگرسیست استقبال کنن و ما بتونیم سیاستهای اینچنینی رو پیش ببریم. فکر میکنید که آقای سندرز دوباره در دور بعدی انتخابات تلاش خواهد کرد که به صحنه برگرده؟ من فکر نمی‌کنم دفعه دومیشون تلاش کنه که نامزد بشه، ولی خب او احتمالاً ارزیابی خواهد کرد که زمان آیا مساعد هست، رأی دهندگان آمریکایی چه خواهند خواست، ولی من فکر می‌کنم که این آخرین بار خواهد بود که او به عنوان نامزد تلاش کرده که رئیس جمهور بشه، چون به نظر من سناتور سندرز متوجه شده که ما صرف نظر از ایدئولوژی داریم تلاش می‌کنیم که روح آمریکا رو به دست بیاریم و در نهایت به این نتیجه برسیم که به این هدف برسیم که پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب نشه و لطمه بیشتری به آمریکا وارد نکنه. آیا میشه با کنارگیری آقای سندرز نتیجه گرفت که نامزد حزب دموکرات دیگه جو بایدنه؟ من فکر میکنم که قطعا میتونیم این رو بگیم که الان یک مسیر خیلی روشن و آسونی پیش روی وایس پرزیدنت بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری هست. این لزوما به این معنی نیست که او انتخابات رو خواهد برد. من فکر میکنم که ماهای آینده خیلی حیاتی و کلیدی خواهند بود که او بتونه در سطوح محلی رای دهندگان آمریکایی رو با خودش همراه کنه. هیچ جامعه، هیچ قشری از رای دهنده‌ها رو نمیشه با قطعیت گفت که الان پشت سر رو خواهند بود. بنابراین ماهای آینده خیلی حیاتی خواهند بود تا در ماه نوامبر بتونه که احیانا دونالد ترامپ رو شکست بده. متشکرم جمیرا برلی از استراتژیست های حزب دموکرات آمریکا. اما کرونا تقریبا تمام مشاغل رو به نوعی مختل کرده و کسی نیست که از این ویروس به نوعی در زندگیش تأثیر نگرفته باشه. از بسیاری از این شغل‌ها زیاد شنیده، اما بازیگر بودن در شهری که حالا در قرنطینه سفت و سخته چه مشکلاتی داره؟ زهرا امیر ابراهیمی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، از پاریس به ما پیوسته. خانم امیر ابراهیمی، قرنطینه در فرانسه بسیار جدی گرفته میشه، شما به چه شکل تأثیر گرفتید از قرنطینه؟ سلام اولا رادن جان و سلام به همه بیننده هاتون.
من یه ذره از قبل‌تر از قرنطینه شروع می‌کنم، مستقیم اگر بخوام بگم برای من چقدر تاثیر داشته و چطور پیش رفته، من مشغول 3-4 تا پروژه سینمایی در از چند ماه پیش اینا رو با هم دیگه داشتم پیش می‌بردم و قرار بود فیلم برداریاشون یکی بعد از دیگری شروع بشه که از همین ماه مارس در واقع شروع می‌شد و اولین فیلمی بود که قرار بود بازی کنم درش. و حالا می‌دونین که من خیلی کم بازی می‌کنم در این سال‌های مهاجرت و دلیلش هم اینه که فیلمی که خیلی دلم ببره پیش نمیاد یا فیلم نامه که واقعا فکر کنم دلم میخواد برش مایه بذارم. و اتفاقا این فیلم یکی از زیباترین فیلم هایی بود که من اصلا میتونستم متصور بشم و خیلی جالبه من 3-4 ماه براش تمرین کرده بودیم. خیلی شرایط ویژه‌ای داشت، قرار بود در کوههای آلپ اتفاق میافتاد و خب بکیپ قرار بود همه در کوههای آلپ مستقر بشن و رفتیم و فیلم برداری رو شروع کردیم و تقریبا میشه گفت همزمان شد با شیوع کرونا در فرانسه. خب خیلی سعی میکردیم همه چیز رو رعایت کنیم و من چون به هر حال در ارتباط با ایران متوجه بودم داره چه اتفاقی میفته، مثل مبصرها هر روز به همه تذکر میدادم که خیلی همه چیز رو رعایت کنن و این حرفا، ولی خب همینطور که میدونین خیلی سریع همه چیز اتفاق افتاده در ارتباط با کرونا در همه کشورها و کم کم اخبار میرسید به ما که تمام پروژه‌های سینمایی دارن تعطیل میکنن و در واقع به ما یه بخشنامه دادن، چون ما اکیپمون کمتر از 50 نفر بود و بیشتر تقریبا تمام سکانس‌های فیلم خارجی بود و مکان فیلم برداری یعنی یک ساعت هم که از هتل هامون با ماشین میرفتیم بعد باید نزدیک نیم ساعت سر و پروز توی برف پیاده روی میکردیم. اینه که در واقع یه جوری ما همه با هم توی قرنطینه بودیم و فکر میکردیم شاید بتونیم توی این شرایط کار ادامه بدیم و برامون هم یه بخشنامه اومد از طرف مرکز سینمایی فرانسه که دقیقا به همون میگفت به دلیل این شرایط ویژه‌ای که داریم اگر که اصول مربوطه رو رعایت کنیم میتونیم کار رو ادامه بدیم تا جایی که میشه. بعد جایی که میرفتیم فیلم برداری دیگه اصلا هیچ نه آنتن داشتیم نه به اینترنت دسترسی داشتیم و هر بار که برمیگشتیم خلاصه یه اخبار دنبال میکردیم و خورد به این ویکندی که حالا از اونورم به همه گفته بودن بمونن خونه اگر میشه دورکاری کنن از این حرفا که هوا خوب شد و ملت همه ریختن تو خیابونا و اصلا تصویرهایی که میدیدیم اعجاب انگیز بود از میزان آدمهایی که توی پارک ها جمع شده بودن و کنار سن پیکنیک کرده بودن و این حرفا. خلاصه این باعث شد که همینطور قوانین سختری گذاشته بشه و دیگه پروداکشن در واقع یک شبی که ما از سر صحنه برمیگشتیم از ما خواستن ساعت 10 شب که میرفتیم بخوابیم فردا دوباره بریم سر کار، دعوتمون کردن به یک جلسه اضطراری و با اینکه میتونستیم بمونیم اما تهیه کننده تصمیم گرفتین و در واقع به شور بذاره که خودمون اکیپ تصمیم بگیره که میخوایم بمونیم یا میخوایم برگردیم. خب خیلی ها بچه داشتن، مدرسه ها تعطیل شده بود، هر کی به هر حال مشکلات خودش رو داشت، خیلی بررسی کردیم 2-3 ساعت و در نهایت تصمیم بر این شد، یعنی بیشتر یاد دلشون می‌خواست که برگردن به خونه زندگیشون برسن. خب شما نصف فیلم رو در واقع یعنی یه سکانس‌ها رو گرفتین، آیا مشخص هست که بعد از 7-10 روزش رو گرفتین و خب فیلم کم در واقع با باجت خیلی کمی داشت ساخته می‌شد، شرایط بسیار سخت بود. غیر از راکورد بازیگرها که حالا اون باز میشه یک کاریش کرد، راکورد طبیعت و برفی که بود با توجه به اینکه برف امسال هم خیلی برف کمی بود، اصلا ما فکر میکردیم این آخرین فیلمیه که ما تو برف داریم میسازیم با وضع آب و هوا گرمایش زمین و این حرفا، نمیدونیم واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال مطمئنا زودتر از یک سال آینده که نمیتونیم ادامه بدیم به دلیل برف و خب خیلی برای من شخصا چون خیلی من آدمی هم که وقتی میرم سر یه کاری آرش بازی بکنم چنه همه جوره مایه میذارم و برای یک چنین نقشی و داستانه خیلی وارد جزئیات نمیشم، برای داستان دختری که از این کوه ها میگذره که خودش رو برسونه به فرانسه، داستان مرگ و زندگی، داستان از دست دادنه و انقدر سمبولیک بر من معنی داشت و من انقدر توی نقش بودم که و اصلا مثل یک شوک بود اینجوری که ما به حالت اورژانس سوار ماشین کردم و فرستادم پاریس تو خونه هام در بپنگیم. خانم امیر ابراهیمی، آیا برای افرادی مثل شما که کم هم نیستن که در واقع حقوق بگیر جایی نیستن، دولت هیچ کمکی در نظر گرفته؟ خیلی جالبه که حالا هممون داریم متوجه میشیم که توی قراردادهایی که میبندیم یک بندی وجود داره که میگه که اگر از این چیزایی که آدم هیچ وقت خیلی دقت نمیکنه وقتی قراردادی رو امضا میکنه که میگه اگر اپیدمی بشه
چون معمولا خب توی کشوری مثل فرانسه بیمه خیلی هوای حمر داره و یه جوری جبران میکنه اگه قرار بشه ضرر زیانی وارد بشه، ولی در این مورد خاص اپیدمی که فراگیره نه. حالا پروداکشن فکر میکنم امیدوارن که به هر حال چون دیگه واقعا این در سطح جهانی این اصلا شوخی بردار نیست و همه یه جورایی بیزنسشون تحت تاثیر قرار گرفته، قاعدتا باید یه راهی پیدا بشه که یکم جبران بشه. مثلا بازیگرا تو فرانسه من نه، چون توی اون کادر هیچ وقت نگنجیدم و اونقدر در سال کار نمیکنم، ولی اونایی که دائم کار میکنن یه جورایی یه شرایطی براشون قائل میشن که ماهانه حقوقی دریافت میکنن، خلاصه در واقع یه جورایی جبران میکنن فکر میکنم، ولی نه همه. و خب اونایی که چی میگم پروداکشن کوچیک‌تر فکر کنم بیشتر در معرض خطر و تعطیلی و این حرفا دیگه. به هر حال امیدوارم که زودتر این دوران بگذره و امیدوارم که زمستون آینده و برف آینده شما بتونین فیلم مورد علاقتون رو تموم بکنین. حسابی مراقب خودتون باشین. من فکر میکنم یه چیزی میتونم اضافه کنم. بله چون خیلی این روزهای قرنطینه به هر حال حالا برای من که از اون شرایط یه دفعه اومدم توی خونم بود در توی شرایط خوب همه به هر حال یه جورایی درش سعیم هستیم، اتفاقی که بر من افتاده اینه که من خیلی فکر کردم و نه فقط به خودم و حرفه خودم و اینکه حالا اصلا سینما در بعد از کرونا چجوری قرار ادامه پیدا بکنه و اینکه اصلا آیا من آدم بعد از کرونا، من اصلا فکر میکنم آدم قبل از کرونا بتونم بشم. یه چیزی که واقعا بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم هر روز ذهن منو مشغول میکنه اینه که ما آدم ها یه جورایی به هم وصلیم دیگه. صحیح. و این فکر میکنم کوچکترین پیامی که این داستان یا این ویروس میتونه به ماها بده در هر جای دنیا که هستیم اینه که فرق نمیکنه من چون منی که تو پاریسم یا اونی که توی چینه یا اونی که توی کالیفرنیا است، ما همه یه جورایی به هم دیگه وصلیم و واقعا مثل همه اعضای یک بدنیم. این واقعا فکر کنم اینجا دیگه به همون ثابت شده و این کره زمین به ما نیاز داره. و خب با این وضعیتی که ما میبینیم الان توی این یکی دو ماه گذشته در سطح دنیا دیدیم که دولت‌ها واقعا دل نمی‌سوزونن برای آدم‌ها. حالا دیگه مخاطب شما مخاطب ایرانی هستن و چقدر هزار برابر بدتر در ایران اتفاق میفته که جون آدم‌ها ارزش نداره. کاش واقعا من چیزی که منو الان با این اتفاق بدی که برام افتاده خب خیلی غم انگیزه برام، ولی چیزی که منو آروم میکنه اینه که کره زمین الان داره نفس میکشه. و کاش هممون از این خلوت و این فرصتی که داریم استفاده کنیم یه ذره عمیق‌تر به خودمون، به شیوه زندگیمون، به اینکه دنیا از این به بعد چجوری باید ادامه پیدا کنه و ما وظیفه‌مون چیه، و امید نبندیم واقعا به دولت‌هایی که حالا قوانینی بذارن. بلد. و فکر کنیم که شخصا هممون موظفیم که یه ذره سیستممون رو عوض کنیم که این دنیا یه جایی بشه که بچه‌هامون بتونن زندگی خوبی توش بکنن. عالی. متشکرم زهرا امیر ابراهیمی بازیگر از پاریس با همونطور که متشکرم همچنین شما همونطور که خانم امیر ابراهیمی گفتن خوب از این فرصت استفاده کنیم و فکر بکنیم. حسابی مراقب هم باشین. فعلا شب باشین.